به جز نامت نخوانم نام دیگر در آغاز کلامم. رضا ابراهیمی هستم. دوستان گرامی، این کلیپ رو اختصاص دادم به فروش اجناس. در رابطه با فروش اجناس ما دو نوع جنس داریم. یکی از البته چند نوع هست، اما من حالا عرض میکنم خدمتتون چند نوع جنس داریم. یکی از اون جنس ها عتیق است، یکی از اون جنس ها آنتیک هست و یکی دیگه یک سری سنگ ها و مهره ها هستند که من اگر سنگ ها و مهره های قیمتی و نیمه قیمتی رو کنار بگذارم، فاکتور بگیرم ازشون، ما دو نوع جنس داریم، آنتیک و عتیقه. معمولا شاید برخی از دوستان تفاوت بین آنتیک و عتیقه رو ندونن. مطالبی که عنوان میکنم دوستان گرامی حمله بر خودستایی نیست، یک کلاس آموزشی هست و بنده دارم درس پس میدم، شاگردی هستم در اقیانوس بیکران دنیای باستان و مطالبی که خدمتتون عنوان میکنم دلیل بر این نیست که من همه چیزدان هستم. عرض کردم صرفا دارم درس پس میدم. اما عرض کردم که دو نوع سکه داریم، عتیقه و آنتیک. خب اول بریم سراغ آنتیک. آنتیک یک سری از اجناس رو شامل میشه که این اجناس قدمت حدود 100 سال رو دارن، معمولا زیر 100 سال، اما تا 100-150 سال هم آنتیک ها میتونن قدمت داشته باشن، حالا یه مقدار کمتر یا بیشتر. معمولا دوستان عزیز آنتیک ها به نوعی یک سری اشخاص عتیق باز با جمع آوری این آنتیک ها لذت خاصی میبرن. یکی هست تمر جمع میکنه، یکی هست کلکسیون تمر داره، یکی سکه جمع میکنه کلکسیون سکه داره. هر کسی از یک چیزی با یک چیزی ارضا میشه، یک چیزی رو خیلی دوست داره. یک عده آنتیک باز هستن و آنتیک ها رو خریداری میکنن و وارد محل کار یا محل زندگیش که میشی همه نوع اجناس آنتیک داره، گرامافون، نمیدونم رادیوهای قدیمی، پنکه های نفتی، یخچال نفتی و و و. خدمتون عرض بشه که آنتیک ها خرید و فروششون من این نداره و به راحتی میتونید شما اگر جنس آنتیک رو داشتید، مجمعی داشتید که روی اون مجمع یک نوشته ای داشت، شکل و شمایلی داشت، تپانچه ای داشتید که حالت تزئینی داره و آنتیک هست، یا گلاب پاش و خیلی موارد دیگه، سماورهای آنتیک، اینها هر کدومشون دوستان گرامی آنتیک هستند و به راحتی میتونید خرید و فروش انجام بدید و منع قانونی هم نداره. اما بریم سراغ عتیقه. عتیقه شامل یک سری از اجناس میشه که اون اجناس قدمت بالای 1500 سال رو داره و هر چقدر این قدمت بیشتر باشه، 2000 سال، 3000 سال، 3500 سال، هر چقدر قدمت بالاتر باشه ارزشش بیشتر. هر چقدر ظرافت در اون عتیقه، حالا میخواد هر چی باشه، ظرافت در اون سکه، ظرافت در اون تندیس، ظرافت در اون سردیس، ظرافت در اون اشیاء تزئینی، ظرافت در اون ظروف طلایی یا نقره‌ای، هر چقدر اون کار دست روی اون شیء باستانی بیشتر باشه، به همون نسبت ارزشش بالاتر خواهد بود. هر چقدر قدمتش بالاتر باشه باز هم ارزشش بیشتره. یقیناً عتیقه دوره هخامنشی خیلی گرون قیمت تر از دوره اشکانی هست. یقیناً عتیقه دوره اشکانی گرون قیمت تر از دوره ساسانی هست. پس اینجا قدمت دوستان گرامی و ظرافت در کار بسیار بسیار حائز اهمیته. اما متاسفانه یک سری افراد هستند که میان از روی همین اشیاء اصلی
یک سری مواردی رو جعل میکنن و به یک سری افراد ناشی میفروشن یا به یک سری از افراد فوق‌العاده خبره میفروشن. چرا؟ چون راهش رو بلدن، هرچند دست بالای دست بسیاره. خدمتون عرض بشه که وقتی صحبت از اجناس عتیقه و آنتیک میاد، خب آنتیک رو که بذاریم کنار، بریم سراغ فروش اجناس عتیقه، کار یک مقدار دشوار میشه. چرا؟ چون فروش این اشیا از نظر قانونی جرم هست و خریدار و فروشنده مرتکب جرم میشن. چرا؟ چون طبق قانون خرید و فروش این اشیا جرم هست، جریمه داره، حبس داره، رد مال داره، ضبط مال داره و و و که قانونگذار برای این که میراث گذشتگانمون رو برای آیندگان نگهداری بکنه، چنین قانونی رو وضع کرده تا به نوعی افراد کاوشگران با اون اهرم قانونی و اون فشاری که روی کاوشگر بیاد وارد عرصه کاوشگری نشه و در مناطق باستانی حاضر نشه، حفاری نکنه، تا به نوعی این میراث نیاکان ما حفظ بشه و متاسفانه خرید و فروش این اجناس نهایتاً سر از موزه های کشورهای اروپایی و سایر کشورها در میاره. ما مشکلاتی رو در علاوه بر مشکلات قانونی و امنیتی در فروش، خدمتتون عرض بشه، عتیقه ها، یک مشکل بسیار بسیار بزرگ دیگه داریم. این مشکل بزرگ این هست که ما اگر هر دو طرف، خریدار به نوعی خبره باشه، آماتور نباشه، فروشنده متخصص و خبره باشه، خب دو تا فرد خبره و آگاه به تمامی موارد و مسائلی که حول و حوش خرید و فروش اجناس عتیقه میگذره، آگاهی کامل دارن و به نوعی اشراف کامل دارن. اینها با همدیگه توافق میکنن و این توافق باعث انجام معامله میشه. اما ما یک مورد دیگه داریم که خریدار حرفه‌ای، فروشنده آماتور. عکس این هم ممکنه، فروشنده حرفه‌ای، خریدار آماتور. اولا که در رابطه با اشیاء عتیقه هر شخصی خریدار نیست و هیچ خریداری در فضای مجازی نمیاد داد بزنه که آهای ملت، من اجناس عتیقه میخرم. تمامی پیج ها و کانال های فضای مجازی که عنوان کردن من خریدار عتیقم با نشون دادن نمیدونم مبلغی که پول در حسابم هست، با نشون دادن موجودی، من موجودیم رو نشون میدم، شما هم اجناست رو نشون بده و بیایم پای معامله. اولا که در رابطه با بحث موجودی، دوستان گرامی، یک سری مبالغی رو به یک سری از افراد میدین و اونها به نوعی حباب رو به شما میدن. یعنی شما اگر تو حسابتون 1,000,000 تومان پول باشه، اون آقا میتونه بزنه 500 میلیارد تومان، نمیدونم 1,500 میلیارد تومان، هر چقدر که دوست داشته باشه میتونه تو حسابتون یک حبابی ایجاد بکنه و موجودیتون رو در قبال دریافت یک مبلغی بالا ببره و هر زمان شما کارت میکشی و موجودی میگیری، آنلاین طرف برای طرف از پوزت یا از دستگاه آبربانک موجودی میگیری، 10,000 تومان بیشتر تو حسابتون نیست، اما موجودی شما چند هزار میلیارد تومان هست یا چند صد میلیارد تومان هست که همه اینها غیر واقعی هست، یک نوع کلاهبرداری هست که
بایستی فریب این افراد رو به نوعی این افراد شما رو فریب ندن و گول این افراد رو نخورید. خدمتون عرض بشه که ما معمولا در مبحث خرید و فروش مشکلات عدیدهی که داریم از سمت فروشنده است. چرا؟ چون فروشنده میخواد یک شیئی که از دل زمین خارج کرده، این رو از دل زمین خارج کرده آورده بالا، این قیمتش 100,000 تومنه، این آقا میگه 10 میلیارد تومن. یعنی تفاوت بین 100,000 تومن تا مثلا 100 میلیارد تومن ببینید چقدره. یک مهره گبری رو از درون قبری در میاره، دونه 10,000 تومنه، میگه دونه 1 میلیارد تومن، دونه 100 میلیون تومن. و جالبه وقتی معامله نشه آخر سر از بس نگه میداره تا زمانی که حاضر این وسیله یا شیئی که از دل زمین خارج کرده رو به مفت هم بده. اما در ابتدای کار یک سری قیمتهای بالایی رو میده و معمولاً فردی که یک مقدار طمعکار هست و به نوعی میخواد از این وسیله‌ای که 5 میلیون تومان پولش میخواد بفروشه 500 میلیون تومان یا 1 میلیارد تومان، نمیاد قیمت نمیده و خودش رو به مظلوم نمایی میزنه و میگه من قیمت نمیدونم، شما قیمت بده. وقتی فروشنده‌ای قیمت نده به هر دلیلی، مظلوم نمایی یا غیر مظلوم نمایی، اگر واقعا قیمت رو ندونه یا به صورت تصنعی قیمت رو ندونه، باز هم باید یک مینیموم یا ماکسیموم قیمت رو بده، کف قیمت، حد اکثر قیمت. یعنی بگه این سکه من حداقل کمتر از 10 میلیون نمیفروشم، حتی اکثرم مثلا 100 میلیون. یک مینیموم میذاره، یک ماکسیموم. این مینیموم و ماکسیموم رو بایستی به فروشنده بگه. چرا؟ چون شرایط فروش این هست که شما وقتی فروشنده این دفترچه هستید، این کلاسور هستید، من خریدار میام میگم این کلاسورتون چند، یا شما در قفسه روی این قیمت گذاری کردید، اتیکت زدید این کلاسور 10,000 تومن. خب آیا شما تا به حال دیدین به عنوان خریدار بدین یک جنسی رو بخرید و به خریدار بگید که اجازه بده من قیمت بذارم؟ دوستان گرامی، وقتی شما فروشنده هستید بایستی فروشنده قیمت بده. وقتی قیمت نمیدید و قیمت رو میندازید گردن خریدار، خریدار ابتدای کار میدونه که با یک شخص رند و طمعکاری مواجه شده و همون ابتدای کار خودش رو جمع میکنه و رفتارش به نوعی خواهد بود که هر لحظه دوست داره که اون مکان رو ترک بکنه. چرا؟ چون خریدار نبایستی قیمت بده، فروشنده است که بایستی قیمت بده. وقتی قیمت رو میندازید گردن خریدار، خریدار هیچ میل و رغبتی به خرید اون وسیله نشون نمیده. خدمتون عرض بشه که در مبحث خرید و فروش جانب انصاف رو در نظر بگیرید، امنیت کار رو در نظر بگیرید، جعل بودن و اصل بودن رو در نظر بگیرید. اگر در مبحث خرید و فروش گفتن بایستی یک مبلغی رو به عنوان حق کارشناسی، به عنوان حق عیاب و ذهاب برای کارشناس ما واریز بکنید تا کارشناس ما به محل شما تشریف بیاره و ما وسیله شما رو بخریم، به هیچ عنوان این کار رو انجام ندید. هیچ مبلغی رو بابت کارشناسی پرداخت نفرمایید، هیچ مبلغی رو بابت عیاب و ذهاب پرداخت نکنید و صرفا میتونید وسیلتون رو در واتساپ در حد 3 ثانیه تا 5 ثانیه هر وسیله‌ای که دارید این
مثلا این وسیله منه در واتساپ نشون میدی، این انتهای کار، این ابتدای کار، این به این صورت، این نوشتشه، این کنگرهاشه، این شکلشه، این شمایلشه، به این صورت و تمام. به صورت زنده و آنلاین طرف وسیله شما رو میبینه و شما هم به خریدار میگید که فیزیکی پول رو به من نشون بده، یورو رو به من نشون بده، دلار رو به من نشون بده، این که شما موجودی بگیری و اون موجودی رو به من نشون بدی، اون موجودی یک حبابی بیش نیست و من هم میتونم در قبال پرداخت مبلغ این تومن یک موجودی حبابی برای خودم درست بکنم، که البته کار غیرقانونی هست، هیچ وقت به دنبال چنین کاری نرین. دوستان گرامی، عرض کردم در بحث خرید یا فروش یک مقدار منصف باشید، آگاه باشید، هوشیار باشید، که خدایی نکرده مورد مشکل ساز نباشه، و سعی بکنید اگر به دنبال خرید و فروش هستید، به دنبال خرید و فروش اجناس آنتیک باشید که هیچ منع قانونی نداره و به قول عزیزی شما میتونید اجناس آنتیک رو در خود کلانتری هم به نوعی خرید و فروش بکنید. پس دنبال مواردی که غیر قانونی هست تشریف نبرید، تا خدایی نکرده در این وانفسا که از زمین و زمان مشکل میواره و جای وایستاده باید جا خالی بدین، تیرهای غیبی به ما نخوره، برای خودتون شر نتراشید. دوستان گرامی، سپاس از حضورتون. لایک و سابسکرایب تنها راه حمایت شما خوبان از کانال خودتون، کانال یوتیوب کالج باستانی هست. مهرتون جاوید و بدرود.